در این ویدیو قراره به پروژه‌ها و ارزهایی که در وب‌3 محبوب هستن نگاهی بندازیم. اما قبل از اون بهتره که با وب‌3 آشنا بشیم. پس با ما همراه باشید. میلیونرشاهی‌های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز می‌خوایم درباره 3 تا از محبوب‌ترین پروژه‌های وب‌3 صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. وب‌3 چیست؟ از زمان اختراع اینترنت در سال 1990 این فناوری به سرعت رشد کرد و تونست در مدت زمان کوتاهی جهان رو تغییر بده. همه وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و هر چیزی که به دنیای اینترنت مربوط میشه مدیون وب‌1 که در سال 1990 اختراع شد. وب‌1 فقط سایت‌هایی رو شامل میشد که محتوای ثابت عموماً در قالب متن یا تصویر داشتن. بعد از وب‌1 نوبت به وب‌2 رسید. اینترنت نسل 2 به خاطر پیشرفت در فناوری‌های وب تعامل بیشتری داشت و تونست پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب، فیسبوک و غیره رو معرفی کنه. وب‌2 در واقع نسخه‌ایه که ما امروزه در حال استفاده از اون هستیم. این نسل اینترنت یعنی وب‌2 تحت سلطه شرکت‌های بزرگ قرار داره و در ازای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران به اونها اجازه میده تا از خدمات اونا استفاده کنن. مردم اخیراً متوجه شدن که این دسترسی داده‌های شخصی به شرکت‌های بزرگ تا چه اندازه مهمه. اینجاست که بحث وب‌3 مطرح میشه. وب‌3 چیست و چه تغییراتی کرده؟ اغلب گفته میشه که وب‌3 خصوصیات اصلی وب‌1 رو با عملکرد پیشرفته وب‌2 داره و در عین حال وب‌2 رو بهبود میبخشه و ویژگی‌های جدیدی به تغییرات جدید در اینترنت اضافه میکنه. خیلی از افراد فکر میکنن که وب‌3 میتونه امنیت داده‌ها، مقیاس پذیری و حریم خصوصی رو بهتر از نسخه‌های قبلی بهبود ببخشه. توکن‌های وب‌3 یکی از تفاوت‌های عمده دیگه‌ای که درباره وب‌3 وجود داره، استفاده از توکن‌ها و اقتصاد توکنیه. این اقتصاد مزایای فراوانی داره. در اینجا به معرفی چند توکن می‌پردازیم. پولکادات. پولکادات رو میشه قدیمی‌ترین و مهم‌ترین توکن تو این حوزه به حساب آورد. پولکادات در سال 2016 توسط افراد برجسته در فضای بلاکچین تأسیس شد. پولکادات یکی از پروژه‌های شاخص وب‌3ه که به وسیله یک بنیاد سوئیسی برای تسهیل یک وب غیر متمرکز و مورد پسند کاربران تأسیس شد. هدف پولکادات این بوده که راهکارها و ویژگی‌های جدیدی به اکوسیستم بلاکچین ارائه بده و به همکاری در فضای مجازی، نوآوری، ایجاد امنیت و غیره کمک کنه. فایل کوین یه شبکه ذخیره‌سازی داده مبنی بر ارزهای دیجیتاله. در این شبکه ماینرها در ازای ایجاد فضای ذخیره‌سازی اطلاعات در هارد کامپیوتر خودشون میتونن توکن فایل کوین رو به عنوان پاداش دریافت کنن. همچنین کاربران هم برای ذخیره‌سازی اطلاعات خودشون از توکن‌های فایل استفاده می‌کنن. کوزاما. کوزاما فضای آزمایشی بلاکچینه که هدفش ارائه یک پلتفرم مقیاس پذیر برای توسعه دهنده‌ها بوده. کوزاما رو میتونیم بیشتر به عنوان یک پلتفرم آزمایشی برای پولکادات به حساب بیاریم که توسعه دهنده ها قبل از اینکه تغییرات و ویژگی های جدید رو در بستر پولکادات پیاده کنن، اون ویژگی ها رو در بلاکچین کوزاما امتحان میکنن. بیت تورنت یکی دیگه از ارزهای دیجیتال وب‌3 بیت تورنته. احتمالاً اسم این ارز رو قبلاً شنیدین. این پلتفرم برای اشتراک گذاری فایل های غیر متمرکزه که قبل از اینکه مفهوم وب‌3 توسعه پیدا کنه به وجود اومده. این ارز دیجیتال میتونه به عنوان پلی بین تولید کننده محتوا و مخاطبان عمل کنه.
شما کدوم ارز رو برای سرمایه گذاری انتخاب میکنید؟ به نظرتون وب 3 چقدر میتونه بهتر از وب 2 باشه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.